داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام جناب دکتر. سلام. مامان هستید؟ بله بفرمایید. من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و واقعا واقعا ممنونم از وقتی که در اختیار من میذارید. سوال من در مورد داشتن فرزند دومه، با توجه که به شرایطی که داریم، و ممنون میشم ما رو راهنمایی کنین، چون واقعا نظر شما تعیین کننده نهایی میشه واسه من و همسرم. من از شما تماس میگیرم خدمتتون و سنم 38.5 سال. حالا اینقدر دقیق میگم چون میدونم سن واسه فرزند داوری واسه شما مهمه و خودم فرزند سوم هستم. یه خواهر برادر دوقلو دارم که حدودا 3 سال بزرگتر از خودم هستن و اینجا هم دانشجوی دکترام، البته تا دسامبر تو این 6 ماه آینده قراره دفاع بکنم. البته پروسه تو دکترای منم فقط بهتون بگم خیلی طولانی شد به دلیل مشکلاتی که پیش اومد اون وسط و که حالا اگه زمانی نیاز باشه سوالی داشت حتما ازم بپرسید و منم بهتون جواب میدم. همسرم 10 سالم هست کانادا اومدیم. تقریبا زمانی که ازدواج کردم با زمان کانادا اومدنم یه زمان شد، یعنی حدود 9 ساله که ازدواج کردیم و همسرم 2 سال از من کوچیک‌تر هستن. ایشون هم دکترا و پستاگشون رو گرفتن و الان هم توی شرکت کار تخصصی خودشون رو میکنن. به صورت پارت تایم هم تدریس تو دانشگاه دارم. خودم هم تدریس بیشتر مقطع کالج دارم. جناب دکتر، من سوالی نیست فعلا، ادامه بدم؟ نه بگید. نه، چون وقت کمی داریم. میخوام فرزندی که دارید چیه؟ پسر دختر چند سالش؟ سوالی که دارم، من یه پسر 5 ساله دارم و سال 2016 و من خودم تشخیص ITP رو من دادن، یعنی که پلاکت خیلی پایین داشتم. چون حالا وقتتون کمه خلاصش کنم، از 2 سالگی فرزندم تا 4 سالگی فرزندم، چون میدونم با طرز فکر شما آشنام و میخواستیم و هدفمون این بود که زیر 3 سال بچه دومو بیاریم با همسرم، از 2 تا 4 سالگی پسرم من پلاکتم به دلیل کرونا و به دلیل انتهایی که روی من انجام دادن خیلی آن و آف بالا پایین رفت و دکتر به من اجازه نداد واسه بارداری دوم. تا الان که شرایط پلاکت من هنوز خوب نیست، من همچنان اون بیماری دارم ولی قابل کنترل تر شده، یعنی از 4 سالگی فرزندم که پارسال بود دکتر به من اجازه بارداری داد، ما بلافاصله اقدام کردیم و متاسفانه 7-8 ماه من حالا موافق نشدیم. حالا این کل قضیه است و چون من صحبت‌های شما رو خیلی گوش می‌کنم، سیدی 0 تا 3 سالگی، یعنی تولد تا 3 سالگی و کلا می‌دونم فرزند دوم چقدر یا تک فرزندی چقدر بده، می‌خواستم بدونم نظرتون راجع به این شرایطی که داریم پیشنهاد شما چیه؟ ببینید عزیز، اولین برای توجه من یا حالا بشه گفت نگرانی من اگر بشه نامشو گذاشت، سلامتی شما هست. یعنی من خوشحال نیستم، برای که میدونید حاملگی یه پدیده ایست که در حالی که طبیعی است خیلی هم ضد طبیعته و یه چیز عجیب و غریب مخصوص به خودشه. من نمیدونم عقل خدا نرسیده، ولی خب به هر حال اینجوری درستش کرده. یعنی این اول میتونه به شما آسیب بزنه، دوم این چیزیست که بیشتر از نظر پزشکی میتونن به شما بگن. اینکه به شما اجازهشو میدن معناش نیست که فکر کنن شما عادی هستید یا مثل متوسط مردمی. دوم سن شما خودش یه ذره جای گفتگو داره، یعنی به هر حال این سن مناسب بارداری نیست. سن مناسب بارداری مونه دهه 30 هست، نه یعنی 20، نه 30، و شما تو آخرای 30 هستید، اونم تا باردار بشید تو بچه بیاد شما اونور 39 اید. یه ذره اونم برای من مسئله است. مطلب دیگه فاصله است که با پسرتون داره، یعنی شما فرض کنید 2-3 ماه دیگه هم که حامله بشید فاصله 6 سال است و این فاصله هر دو رو یه جوری باز جدا و تنها میذاره. بله در بزرگسالیشون، اونم نه تازه نوجوانیشون، یعنی وقتی فرض کنید پسر شما 16-17 سالشه، حوصله دختر یا پسر 10-11 ساله رو اصلا نداره. یعنی اینا همینجوری جدا میمونند تا بعد. فقط در بزرگسالیه که خب به هر حال خواهر و برادری دارن که البته در دنیا امروز مثلا اگر با هم نبودن خیلی معنایی نداره.
به همین جد است که من فکر کنم با توجه به زمینه پزشکی ببخشید و بعدم مسئله سنتون و مسئله سن فرزندتون، همه اینا 5%، 10%، 15% من رو و نظرم رو میچرخونه به سمتی که نگاه منفی هم به این موضوع میشکن. اگر به من بگید همین گونه در مرز 50% تو ایستادی مثل خود ما که مرددیم، ترجیح این است که ما صاحب فرزند بشیم یا نه، میگم نه، برای که نگرانم آسیبش به شما که معمولا میدونید بعد از اون سن و سال حتی زن بیشتر زنان سالم هم یه مشکلاتی پیدا میکنن، چون این فشار زیادی است به طبیعت. معناش این نیست که آدم ها در 40 چند سالگی هم نمیتونن باردار بشن، ولی با چه هزینه ای اون مسئله است. دوم فاصلش با پسرتونه، چون ببینید وقتی مثلا این 1 سالشه، اون 7 سالشه، یا 2 سالشه، اون 8 سالشه، اینا برای هم فقط میتونن مسئله باشن و شما تقریبا در بیشتر فعالیت ها یکی رو باید نادیده بگیرید و خود این یه موضوع است که اون جز موارد کلی کنار هم و با هم نیستید. تازه شما و همسرتون هر دوتا به هر حال دوران سختی رو گذروندید، الان رسید به یه جایی که یه آرامشی رو میخواهید. اومدن بچه در کوتاه مدت به هر حال این توازن و تعادل رو یه مقداری به هم میریزه که البته موجب قویتر و نیرومند شدن خانواده میتونه باشه وقتی به خوبی ازش بگذرید، ولی خب شما یه مقدار شرایط متفاوتی به دلیل خودتون، سنتون و فرزندتون دارید. اینی که واقعا نظر من بیشتر ازش بگذریده و خودتون رو درگیرش نکنید، همینقدر که شما خوشبختانه امکاناتی دارید و زندگی پسرتون رو با دوستاش پر کنید، به طوری که به من بگید نه تنها شنبه و یک شنبه ما فرزندمون رو ای بسا غیر از وقت خواب نمیبینیم، تازه همون هم جای گفتگو داره، از 5 روز هفته هم 3 روزش نمیدونیم بعد از مدرسه کجاست و با کی هست. اگر اون کارو بکنید حداقل به مقدار زیادی جبران تک فرزندی او رو میکنید. اینکه خودتون دوست دارید و یا همسرتون دلتون میخواد فرزند داشته باشی رو متوجهم، ولی برخی از اوقات کارهایی که ما دوست داریم خیلی درست نیست و بنابراین این تفاوت واو وسط دوست داشتن با درست بودن یه موضوع که باید بهش توجه کرد. بنابراین اگر نظر منو میخواد که متاسفم به نظر من مرتبطش کردید، از این بابت احساس خوبی اصلا نمی کنم، ترجیحم نه تا مثلا بگید چقدر، میگم 60-40، 70-30 دیگه حد اکثر، ولی بیش از اون نیست. ولی اگر شما و همسرتون دوست دارید و پزشکانتون معتقدن نه آسیب و خطری تقریبا متوجه شما نیست و یا به سلامتی فرزندی که دارید، نه اون که هست، اونی که در جنین و شکم دارید هم به خاطر مشکلات شما آسیبی نمیزنه، چون خود اونم به هر حال مسئله است، هر مسئله به مشکل فیزیکی و روانی که مادر داشته باشه رو جنین اثر میذاره، اونم بسته به اینکه کدام قسمت از جنین الان داره رشد میکنه، این قلبش باشه به قلبش آسیب میزنه، به ریش باشه به ریش، مغز همیشه در معرض خطر است، ولی بقیه هم برخی از اوقات در زمان شکل و فرم گرفتنش آسیب فیزیکی و روانی مادر تاثیر مستقیم و بدی روی اون میگذاره. اینه که جنبه نه من یه کمی قوی تر و بیشتره. حالا خوشحال میشم اگر مطلبی هست بفرمایید. جناب دکتر، اول خیلی خیلی ممنون که اینقدر همیشه حرفای شما به من آرامش میده. مشکلی که دارم، من توی ایالتی هستم توی کانادا که اصلا اینا چند فرزنده خیلی رایجه و پسر من چند وقت پیش که رفته بود دیکر و خواهرم از یک کشور دیگه اومده بودن با پسر خاله‌هاش داشت بازی میکرد، میرفت میمد میگفتش که رفتم گفتم برادران اینجا هست. یعنی این من حرفای شما رو از بس گوش کردم با شنونده ها یا سویات نگوش کردم میدونستم تقریبا 90% صحبت یه چنین صحبتی با من میکنید، ولی این احساس ناراحتی که من دارم از این که خب مثلا این تک فرزند بشه، این شبانه روز داره فکر من. نه ببینید از این احساسی نشید، سب کنید دو تا دکتر، مطلبی که میفرمایید جزء عیب و ایرادای تک فرزندیه،
ولی یه چیز دیگه هم به شما بگم لطفا، اینو من اگه شما ندیدید و نشنیدید، من میتونم بگم ده ها بار، اگر جرات کنم بگم حتی صد بار شنیدم. بچه ها در سن 6 7 8 9 10 تا 12 11، البته پسرانه، پسرا بعد از 10 دیگه علاقه ای ندارن، ولی دخترا هنوز دارن. بچه میخوان خیلی هم التماس میکنن، بعد از اومدن 90%شون نمیخوان، چون نوع ایدئال رو تصور میکنن، نوع ایدئالی که میشه خواهر برادر من، حتی همسن منه، با هم بازی میکنیم، این کارو میکنیم اون کار، البته هم چه چیزی نیست. پسر شما 6 سال 7 سالشه، اون 1 سالشه، بازی در کار نیست، بازیشون آزار هم دیگه است. بنابراین اونو متوجه هستم. به علاوه ببینید، داشتن پدر مادر خواهر برادر همه یه امتیاز و یه ارزشه، به ویژه در ذهن بچه ها. و کاملا به من میفرمایید که اینکه پسر من خواهر و برادری نداره احساس بدی میکنه، کاملا حق با شماست. ولی اینو خدمتتون عرض میکنم، دو تا نکته. یکی بعد از سن 11 12 دیگه نداره، مثلا این دوستان خوبی داشته باشه و شما هم فرصت ها و امکانات لازم رو براش فراهم کنید. و دوم اینکه چون پسره، دختر بود یه ذره باز بیشتر بود، ولی بعدا نظر عوض میشه، چون ما نوع ایدئال رو میبینیم. ببینید مردم آرزوی خواهر و برادر یا پدر مادر ایدئال رو دارن، ولی شما این ندیدید، باز من هزاران رو دیدم که پدر و مادر یا بچه حتی متنفر باشن از هم، چون نوع ایدئالش فقط ایدئال و ذهنشونه، نه واقعیت. ولی معلومه پسر شما همیشه این احساس کمبود رو و نداشتن رو داره و خواهد داره. جناب دکتر، این که گفتید با دوستاش وقت بگذرونه، نظر شما چیه؟ یعنی اگه ما حالا بچه دومی دیگه تو کار نباشه، یه دوست بهتره که مرتب با همون باشه یا دایره دوستاش رو وسیع تر کنیم؟ نه ببینید، شبکه دوستا با یک شروع میشه بعد میره رو 4. علتش این است که بازی ها همه 2 نفره یا 4 نفر است. بنابراین شما میرید به سمت 3 تا دوست دیگه که هم سن و سال هم، جنسشون اونقدر مهم نیست، ولی بیشتر اوقات با جنس موافق باشن بهتره، اونم به خاطر نوع بازی ها و بعد شبکه از آشنایان. ولی ما برای بچه هامون 1 دونه دوست و یا 3 تا دوست بهترین انتخابه. و بعد یه جوری که همطور که میدونید، چون من گفتم اگر 5 ثانیه وقت داشته باشم و بخوام حرف تربیتی بزنم، این است که دوست خوب برای بچه ها بخرید. اگه بخرید مشکلی نیست، یعنی شما انتخاب کردید، هیچ مسئله ندارید که بچه فرزند شما بره خونه اون دوستاش بخوابه یا اونا بیان بخوابن، شنبه شنبه با هم باشن، کمپ باشن، مثلا در مواردی که شادی و لذت کنار هم باشن تو مدرسه، که اونقدر مسئله دوستیه موضوع نیست و اهمیت نداره. برحال اونا رو میشه حل کرد عزیز. ولی من گفتم شما پزشکتون بگه هیچ خطری ندارید، بدنتون بگن هیچ مشکلی ندارید، و معلومه نظر من کمی عوض میشه. ولی 5 سالگی پسرتون همچنان سر جاشه، سن و شغل و کارتون هم مسئله من هست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی فکر کنم حرفایی که دوست نداشتم بزنم و زدم، بگی چکار کنم. نه من اوکی، پس سوال دیگه ای نمیپرسم ازتون. در نهایت اگه تلاشی بخوایم بکنیم دیگه، مکسیموم تا 6-7 ماه یا 1 سال دیگه باشه. گفتم من اگر با هم چونه بزنید همیشه مشتری میشم، چیکار تو؟ نه جناب دکتر، من واقعا پزشکی مسئله من، من پزشکی تون مسئله من، اگر بربود بود من هرگز همچه تصمیمی نمیگرفتم. برحال ببینید چه میکنید، و متاسفم که برخی از اوقات مجبورم نظرم رو بگم که خودم باش خوشحال نیست، ولی همینه دیگه.